تولید نفت روسیه بر اساس گزارش وزارت نفت این کشور به بالاترین سطحش از هنگام سقوط شوروی رسید است بیش از 11 میلیون بشکه در روز درست در شرایطی که منابع صنعت نفت میگویند صادرات نفت ایران در ماهی گذشته به کمتر از نصف در مقایسه با سال گذشته رسیده است تلاشی از سوی روسیه برای استفاده از تحریم های ایران حالا نماینده ایران در اوپک میگوید دیگر سکوت جایز نیست روسیه و عربستان اوپک را به گروگان گرفتند او به خبرگزاری شانا خبرگزاری وزارت نفت ایران گفته است روسیه و عربستان به بهانه متوازن سازی بازار جهانی نفت به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران هستند هشدارهای گاه و بیگاه ما ممکن است در کوتاه مدت تغییری در رفتار کشورها نداشته باشد زیرا هر کشوری تلاش می کند نفر را در قیمت بالا بفروشد تا درآمدش افزایش یابد. اما بیشک این هشدارها و نحوه برخورد عربستان و روسیه با ایران در تاریخ ثبت خواهد شد. آیندگان خواهند فهمید برخلاف ایران که برای ثبات بازار نفت و عرضه مطمئن انرژی به مصرف کنندگان تلاش کرده است، عربستان و روسیه به استقبال تحریم یکی از تولید کنندگان اوپک رفتند. آو... همین روز پنجشنبه گذشته بود که وزیر انرژی آمریکا در مسکو با همتای روسیش گفتگو و مذاکره کرد دو کشور عمده تولید کننده نفت آمریکا از روسیه خواست که برای همکاری و مقابله با آنچه تحریم ها خواند تولیدش را باز هم افزایش دهد کشورهای ما بزرگترین تولید کنندگان انرژی در دنیا هستند که می توانند امنیت عرضه انرژی جهان را تضمین کنند. ما با همکاری های می توانیم تقاضای فزاینده جهان برای انرژی را پاسخ بدهیم. ایران در شرایطی که دوباره با تهدید تحریم های آمریکا رو به روست امید به روسیه بسته است. این ملاقات رهبران دو کشور همین جمعه هفته گذشته در تهران. اما این اولین بار نیست که روسیه نشان میدهد که برای ایران رفیقی چندان قابل اتکا و اعتماد نیست. کسر نجی بی بی سی.